برنامه رو با اخبار مرتبط با ایران دنبال میکنیم. دادگاه ویژه روحانیت در قم، حجت الاسلام احمد رضا احمدپور عضو شورای مرکزی حزب مشارکت قم رو به 1 سال زندان و خلع لباس محکوم کرده است. پیش از این آقای احمدپور به واسطه انتشار دیدگاهش در وبلاگ پژواک خاموش بازداشت شده بود. آقای احمدپور در گفتگو با آرش سیگارچی درباره جزئیات بازداشت و صدور حکمش توضیحاتی داده است. طبق روال هر سال در مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم مراسم دهه عاشورا رو می گرفتن، ما هم شرکت کردیم در این جلسه که از مجمع من بیرون اومدن که حدود 30-40 نفر بودن که حمله کردن و با شعار مرگ بر منافق، اهانت و فحاشی شروع کردن به کتک کاری بنده و بعدم در اون جمع 30-40 نفر من رو تا سر خیابون صفائیه هدایت کردن و اونجا تحویل نیرو انتظامی دادن و منجر به این شد که من حدود 10 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات قم باشم و در طی بازجویی های متعدد و رفت آمد به دادگاه ویژه روحانیت قم 26 اسفند ماه حکم رو به صورت رسمی به من ابلاغ کردن. محتوای حکم چیه؟ شما رو به چه چیز محکوم کردن؟ بله، در متن حکم در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و همچنین در خصوص نشر اکاذیب مجدداً به 6 ماه حبس دیگه که مجموعاً 1 سال حبس هست محکوم شدم و همچنین به خلع لباس روحانیت با توجه به همین اتهامات. آیا فرصت تجدید نظر خواهید دارید شما و از این فرصت استفاده خواهید کرد؟ بله، 20 روز رو حق اعتراض داریم و فرصت برای ما تعیین کردنه، منتها من بعید میدونم نسبت به حکم اعتراضی صورت بگیره. چرا آقای احمدپور؟ حکم رو ناعادلانه و در واقع غیر قانونی میدونم، یعنی روال پرونده غیر قانونی بوده، بازداشتی من غیر قانونی بوده و نحوه صدور حکمم غیر قانونی بوده. اینه که دیگه من اصلا معنا نمیدونم که بخوام به یه روند غیر قانونی توجه بکنم و نسبت به اون اعتراض قانونی انجام بدم. مبنای صدور این حکم دادگاه شما چی بوده؟ نکته خاصش اینه که توی هول استناد شده به گزارشات واصله که من نمیدونم حالا بر اساس گزارشات واصله به من هم دقیقا ابلاغ نکردن چی هست، چجوری حکم صادر میکنن، و از سوی به صورت کلی اشاره شده به اشعار و متن مطالب که اون رو به عنوان موهن در متن حکم خواندن و بر اساس همین حکم صادر کردن بدون اینکه مصداقی بیارن که دقیقا کجای اشعار من خلاف قانون بوده یا کجای مطالب من موهن بوده. اون چیزی که من سرودم در خصوص ندای آقا سلطان هیچ جای اون تبلیغ علیه نظام نبوده و نشر اکاذیب هم نبوده، در خصوص مطالب هم به همین شکل، یعنی کاملا در چارچوب قانون اساسی من هرچی گفتم بیان کردم و صرفا ابراز عقیده و بیان عقیدم بوده و قانون اساسی بیان عقیده رو آزاد و مسئول میدونه از تعرض به اون عقاید و اون بیان. حالا من نمیدونم بر چه اساسی خلاف قانون اساسی من رو متهم کردن و محکوم و بناست که بریم زندان متاسفانه.